سلام امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه مجگان هستم به کانال من خیلی خوش اومدین تو این ویدیو آموزش کامل این دستگش های پنج انگشتی رو تماشا میکنید که من سعی کردم به روش خیلی ساده این دستگش ها رو آموزش بدم و خودم هم اولین بار هست که دستگش های پنج انگشتی بافتم و دقیقا همون چیزی هست که میخواستم و خیلی هم دوستشون دارم این برای دست چپه و اینم برای دست راست هست که دستکش هم ببینید الان این شکلی هستم اینجا الان داخل دستکش هست یعنی کف دست میفته این قسمت و روی دستکش هم این قسمت میشه ببینید روی دستکش ها این دانه اول همینطوری مستقیم به سمت بالا رفته این برای دست راست این دانه اینطوری مستقیم به سمت بالا رفته برای دست راست این میفته کف دست و برای دست چپ هم ببینید این دانه مستقیم به سمت بالا رفته و اینجا کف دست میفته دولنگه دستکش کاملا شبیه به هم بافته میشه و فقط تفاوتش در نحوه دانه که برای انگشت شست اضافه میشه در ادامه ویدیو آموزش کامل این دستکش ها رو تماشا میکنید و اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و میتونید عضو جدید کانالم بشید که هر ویدیو جدیدی که گذاشتم ازش اطلاع پیدا بکنید امیدوارم لذت ببرید کانوایی که استفاده میکنم این کانوا هست که 100 درصد پشم مرینوه هر کلافش 50 گرمه و حدودا 120 متره. قبل از شروع کار حتما یک نمونه ببافید که من اینجا اومدم یک نمونه بافتم و ساده بافی کردم یعنی رچه رو به زیر بافته شده تمام دانه ها و رچه پشت تمام دانه ها به رو بافته شده برای اندازهگیری نمونه نمونه را قشنگ صاف می کنم و یک کمی می ببینید اینطوری از هم خیلی بازش نمی کنم. یک کمی صافش میکنم فقط متر رو روش میذارم هر جا به 10 سانتی رسید تعداد دانه های اون قسمت رو میشمارم برای من 24 تا دانه میشه 10 سانتی متر اندازه گیری کانوا رو من انجام دادم برای من 24 تا دانه شد 10 سانتی متر عرض دست رو اندازه میزنم این قسمت پنجه دست رو اندازه میزنم که برای من 18 سانتی متره منظورم این قسمت دست هست متر رو اینطوری میپیچونم دور این قسمت یک دور و اینجا که به هم دیگه میرسه برای من 18 سانتی متره. عرض دست برای من 18 سانتی متر شد و تعداد دانه ها میشه حاصل ضرب 18 سانتی متر عرض دست ضرب در حاصل تقسیم اندازه گیری کاموا یعنی 24 تقسیم بر 10 دو ممیز چهار دانه 18 در دو ممیز چهار دانه میشه 43 ممیز دو دهم دانه و تعداد دانه هایی که میخوام سر بندازم اینجا نوشتم 44 تا دانه به اضافه یک دانه که اینجا یک دانه اضافه کردم برای اینکه تعداد دانه هام حتما مذربی از چهار بشه پس به این نکته توجه بکنید که تعداد دانه هاتون حتما باید مذربی از چهار باشه و این یک دانه هم که برای گرد بافی هست پس من ابتدای کار 45 تا دانه سر میندازم و این نمونه ای هم که بافته بودم با میل اصلیم که شماره 3 هست بافتم ولی قسمت کش باف رو با نیم شماره تر از چهار میل استفاده می که قطر میل هامم دونیم میلیمتره و برای قسمت کشباف از نیم شماره کچیکتر استفاده می نخ رو دستم گرفتم و چهلو تا دانه سر می دانه اول یک، دو، سه، چهار، چهارده تا دانه روی یه دونه میل انداختم بعد یه دونه میل دیگه بر می دارم. اینجا میگیرم و ما بقیه دانه ها رو روی این میل میندازم روی سه تا میل دانه ها رو سر میندازم و با میل چهارم میبافم 45 تا دانه به این صورت سر انداختم و ببینید کار شبیه به یک مثلثه قبل از اینکه بافت رو شروع کنم دقت می کنم که این سمت دانا همه روی میل باشه و پیچ نخورده باشه الان با استفاده از اون یک دانه اضافه این سمت و اون سمت کار رو به هم دیگه وصل می کنم یک دانه از میل چپ بر می دارم داخل میل سمت راست اولین دانه میل سمت راست رو از روی این دانه رد می کنم و جابجاشون می کنم بعد این دانه رو از میر خارج میکنم. این دوتا نخ رو میگیرم و این قسمت رو سفت میکنم. با میل چهارم شروع به بافت میکنم و یک دانه به زیر بافته میشه یک دانه به رو. دانه اول به زیر بافته میشه. دانه رو به این صورت. یکی به زیر، یکی به رو. زیر و به رو. لبه دستکش به این صورت به صورت گرد بافی و کشباف یک در یک یک مقدار بافته میشه. کشباف باف رو انقدر بافتم به صورت گرد بافی و کشباف یک در یک. این قسمت رو 5 سانتی متر بافتم به صورت کشباف از میل های دونی میلیمتر استفاده کرده بودم. الان میخوام قسمت اصلی دستکش رو ببافم و میل های اصلیم رو برمیدارم و میل شماره 3 هست برای من. چهار تا میله شماره سه برداشتم از ابتدای رج تمام دانه ها رو به زیر می دانه اول به زیر بافته میشه با میل جدیدم که شماره سه هست. دانه روه به زیر بافته میشه. میل ها رو عوض می و تمام دانه ها سه رج به زیر بافته میشن. سرش تمام دانه ها رو به زیر بافتم. الان دانه اول رو باید علامت گذاری کنم چون میخوام انگشت شست رو باز بکنم و دانه برای انگشت شست اضافه بکنم اینجا الان ابتدای رج هست این دانه ای که به زیر هست تا بالا این دانه رو علامت گذاری میکنم این پایین یه دونه علامت گذار میذارم روی دانه اول من چهل و چهار تا دانه دارم که گفتم حتما باید مذربی از چهار باشه الان چهل و چهار رو تقسیم برای چهار کردم شده یازده تا دانه پس تعداد دانه هایی که باید اضافه کنم برای انگشت شست یازده تا دانه است ابتدای رج رو اینطوری اومدم علامت گذاری کردم و الان این دستکش رو من میخوام برای دست چپ ببافم برای دست چپ و باز کردن انگشت شست باید به این ترتیب بیام دانه اضافه بکنم دانه اولم این دانه است و قبل از دانه اول میام دانه اضافه میکنم برای دست چپ برای اینکه به این سمت دانه اول دانه اضافه کنم باید از کنار دانه آخر یک دانه بردارم این گوشه دانه آخر رو که بافتم به این صورت برمیدارم یه طرف گندمی رو و با میل چهارم این دانه به زیر بافته میشه. یک دانه قبل از دانه اول اضافه کردم. بعد دانه ها به زیر هستن و به زیر بافته میشن. یک رجه کامل تمام دانه ها رو به زیر میبافم. اینطوری یک دانه قبل از دانه اول اضافه کردم. یک رج تمام دانه ها به زیر بافته شد الان رج دوم هستم وقتی که دارم برای انگشت شست دانه اضافه می کنم رج دوم دانه اضافه نمی کنیم و تمام دانه ها به زیر بافته میشه این اون یه دانه است که قبل از این یک دانه اول اضافه کردم و این دانه به زیر بافته میشه پس یک رج تمام دانه ها به زیر بافته میشن یک رشت تمام دانه ها رو به زیر بافتم الان رج سوم دوباره میخوام دانه اضافه بکنم همونطور که گفتم قبل از این دانه اول که اومدم علامت گذاری کردم دانه اضافه میکنم اینجا یک دانه اضافه کردم و الان دوباره باید قبل از دانه اول دانه اضافه کنم برای دسته چپ هست این دانه ای که توی رج اول اضافه کرده بودم رو به زیر میبافم قبل از این دانه که علامت گذاری کردم میخوام دانه اضافه بکنم. پس گوشه این دانه ای که الان به زیر بافتم رو به این صورت میگیرم، یک دانه به زیر میبافم و یک دانه اضافه میکنم. پس همیشه قبل از این ای که علامت گذاری کردیم دانه اضافه میشه. بعد دیگه تمام دانه ها به زیر بافته میشن یک رج به زیر میبافم تمام دانه ها رو توی این رج که دانه اضافه کردم بعد رج بعدی که رج چهارم هست دوباره تمام دانه ها به زیر بافته میشه پس یک رج دانه اضافه میشه یک رج دانه اضافه نمیشه تا به اون یازده تا دانه برسم ببینید پس همیشه قبل از این دانه ای که علامت گذاری کردم دانه اضافه میکنم برای انگشت شست همونطوری دانه اضافه کردم و من 11 تا دانه اینجا اضافه کردم. اینجا الان ابتدای رج هست. علامت گذار گذاشته بودم دانه اول رو این دانه است که به سمت بالا میره و قبل از این دانه 11 دانه اضافه کردم. یک رج در میون به این صورت دانه اضافه شده. و این 11 تا دانه برای انگشت هست. انگشت شست و با استفاده از سوزن و یک کمی کاموا اینا رو مهار میکنم و بعدا انگشت باید برای این قسمت بافته بشه پس این رو الان جدا میکنم این 11 تا دانه رو 11 تا دانه رو اینطوری جدا کردم الان 44 تا دانه روی میل دارم و همینطوری دیگه به صورت گرد بافی اینجا رو میبافم الان اینجا دانه آخر هست نخ رو دستم میگیرم و به این قسمت وصلش میکنم اینطوری با میل چهارم این دانه به زیر هست و به زیر بافته میشه این قسمت رو یکم سفتر میبافم و دیگه همینطوری به صورت گرد بافی بافته میشه اینجا رو که دیگه به همدیگه دیگه بس کردم به صورت گیرد بافی 44 تا دانه رو 14 رج بافتم و اینطوری دستم کردم و شما هم دستتون بکنید و باید به اندازه باشه که به این قسمت انگشت کوچیک برسه از جایی که انگشت کوچیک داره شروع میشه باید تا این قسمت بافته بشه اینجا الان ابتدای رج من هست و دستکش رو اینجوری میذارم و از اینجا میخوام دیگه انگشتا رو ببافم. انگشت کوچیک پایین تر از انگشتای دیگه است. پایینتره و باید این رو زودتر جدا بکنم و یک مقدار اینجا باید بیشتر بافته بشه و بعدا این انگشتا رو جدا بکنم و این انگشتا رو ببافم این انگشت کوچیکه این انگشت حلقه است میانی و اشاره و برای تعداد هایی که باید برای انگشت جدا بکنی باید این قسمت انگشت رو دور تا دورش متر رو بذارم و اندازه بزنم دور تا دور اینجا من متر رو قبلا گذاشتم و اندازه زدم برای انگشتم همینطور این قسمت قسمت ها رو باید دور تا دورش رو متر بزنید و بر حسب سانتی اندازه بزنید و تعداد دانه ها رو متناسب با این اندازه هایی که میزنید و اندازه گیری کانواتون حساب بکنید 24 تا دانه برای من شد 10 و و 44 تا دانه الان روی میل دارم و ابتدای کار اومده بودم سر انداخته بودم این انگشت کوچیکه این انگشت حلقه است این میانیه و اینم اشاره است از این 44 تا دانه 9 تا برای انگشت کوچیک در نظر گرفتم 9 برای حلقه و دوازده تا برای انگشت میانی و 14 تا برای انگشت اشاره در نظر گرفتم من لنگه دیگه دستکش رو بافتم که از اینجا بهتون نشون میدم دو تا دانه ای که اینجا نوشتم این دو تا دانه و این دو تا دانه ای که اینجا نوشتم بعدا به این قسمت ها اضافه میشن به این گوشه های اینجا اضافه میشن که برای انگشت کوچیک دو تا دانه اضافه میشه این قسمت برای انگشت حلقه دو تا اضافه میشه دو تا از این سمت اضافه میشه و دو تا هم این بر اضافه میشه برای انگشت میانی هم دو تا این سمت و دو تا این سمت اضافه میشه برای انگشت اشاره دو تا این سمت اضافه میشه ببینید اینجا به بافت خودش وصله این حد فاصله بین انگشت ها دانه اضافه میشه به این دو تا انگشت چهار تا دانه اضافه میشه به این دو تا دو تا دانه اضافه میشه این دانه هایم که اضافه میشه رو باید حساب بکنیم برای سایزمون الان من از این چهل و تا دانه اومدم اینطوری نوشتم دانه ها رو تقسیم بندی کردم و دو تا دانه به این سمت انگشت کوچیک اضافه میشه دو تا به این سمت و اون سمت حلقه دو تا به این سمت و اون سمت انگشت میانی و دو تا دانه به این سمت انگشت اشاره اضافه میشه پس در کل دو تا به این اضافه میشه میشه 11 تا دانه چهار تا به این سیزده تا چهار تا به این 16 تا دانه و دو تا هم به اینجا 16 تا دانه اینجا من الان یه دونه مثال زدم برای انگشت حلقه و انگشت حلقه من حدودا 5.5 سانتی متر زب در این اندازه‌گیری کاموا میکنم یعنی دو چهار دانه و حدودا میشه 13 تا دانه و اینجا من الان 13 تا دا دانه برای انگشت حلقه دارم. این دانه های نهایی باید متناسب با سایز دور انگشتاتون باشه. اینجا من الان برای دست خودم اینجا کشیدم براتون که 18 سانتی متر برای پنجه در نظر گرفتم و 5 سانتی متر انگشت کوچیک پنجانیم انگشت حلقه است 6 برای میانیه و 6 من هم برای اشاره است و اینجا هم انگشت شسته که حدودا 6 سانتی که 11 تا دانه براش اضافه کردم و بعدن هم 3 تا دانه اضافه میکنم و حدودا میشه 14 تا دانه که متناسب با سایز من هست پس اندازه گیری ها رو باید اینطوری انجام بدید و این دانه ها هم حتما باید در نظر بگیرید دانه هایی که اضافه میشه پس من 11 13 16 16 تا دانه اینطوری اومدم تقسیم کردم برای انگشتام من 44 تا دانه روی میل دارم که میام تقسیم بر دوش میکنم و از ابتدای رج 22 تا دانه روی این دو تا میل انداختم که برای قسمت روی دستکش هست و 22 تا دانه این قسمت هست که برای قسمت داخل دستکش هست پس باید اینطوری بیاد تقسیم بر دو بکنید و قسمت رو و داخل دستکش رو دانه هاش رو جدا بکنید از ابتدای رج دانه اول شروع میکنم و دانه ها رو به زیر میبافم تا به انتهای دانه های روی دستکش برسم و اول میخوام دانه های انگشت کوچیک رو جدا بکنم پس همینطوری دانه ها رو میبافم تا به انتهای میل دومم برسم از اینجا دانه ها رو بافتم و به اینجا رسیدم. الان من باید نه تا دانه برای انگشت کوچیک جدا بکنم. برای انگشت کوچیک اول باید انگشت کوچیک رو جدا بکنم و نه تا دانه رو میخوام جدا بکنم پنج تا دانه رو برای قسمت روی دستکش میگیرم چهار تا هم از قسمت پشت باید بردارم و داخل یه دونه از این علامت گذارها یا سنجاق میکشم این دانه ها رو و جداشون میکنم این پنج تا دانه اینجا رو جدا کردم از اون نقطه دانه و چهار هم از این قسمت میگیرم یه دونه سنجاق دیگه بر میدارم دانه های انگشت کوچیک رو پنج تا این سمت و چهار هم این سمت جدا کردم و الان میخوام دو تا دانه برای این سمت انگشت کوچیک اضافه بکنم یعنی حد فاصله بین انگشت کوچیک و انگشت حلقه یعنی این قسمت باید دو تا دانه اضافه بکنم این دو تا دانه ای که این سمت بافتم این دو تا دانه رو میکشم داخل میل چهارمم و الان دو تا دانه باید اینجا اضافه بکنم نخ رو به این صورت گرفتم و دو تا دانه به این صورت اضافه میکنم یکی و دوتا دو تا دانه اینجا اضافه کردم و به این سمت وصلش می کنم. و ما بقیه بافت رو می بافم. این دانه ها رو همینطوری می بافم تا به انتهای رج برسم. پس این دانه ها رو جدا کردم دو تا دانه اضافه کردم و همینطوری دیگه می بافم تا به انتهای رج برسم و این قسمتم همینطوری از ابتدای رج می بافم تا دوباره به این دو تا دانه ای که اینجا اضافه کرده بودم برسم به این قسمت که دو تا دانه اضافه کرده بودم رسیدم اینا رو به زیر می بافم این دو تا دانه ای هم که اضافه کرده بودم به زیر بافته میشن این دو تا دانه هم به این دانه ها اضافه شد و به زیر بافته شدن و همینطوری دیگه میبافم تا به انتهای رج برسم و یک رج دیگه هم تمام دانه ها به زیر بافته میشن پس سه رج تمام دانه ها به زیر بافته میشن یک رج که اومدم بافتم دو تا دانه اضافه کردم این رجم تا انتها میرم میشه رج دوم و یک رج دیگه رج سومم هم. همینطوری می بافم تا به قسمت انتهای رج برسم. رج دوم و سومم بافتم و الان از اینجا میخوام انگشت اشاره رو جدا بکنم. دانه های انگشت اشاره رو از ابتدای رج. دانه های انگشت اشاره چهارده تا دانه است و هفتا از قسمت روی دستکش جدا میکنم. هفتا هم از قسمت داخل دستکش جدا میکنم. از ابتدای رج، اینجا ابتدای رج هست، تا به زیر میبافم. یکی، دو، سه چهار پنج شیش و هفت این هفتا رو که الان به زیر بافتم این دانه ها رو داخل سنجاق می کشم دانه های این قسمت اینجا رو که برای انگشتای دیگه است اینا رو داخل سنجاق می کشم و هفتا هم از قسمت پشت روی میل پشت میذارم پس اینا رو داخل سنجاق می کشم دانه هایی که برای انگشته دیگه است رو اینطوری جدا کردم با استفاده از سنجا و اینجا هفت دانه برای قسمت روی دستکش و هفت هم این سمت جدا کردم و پنج تا از این دانه هایی که بافته بودم روی یه دونه میل هست و دو شو روی یه میل دیگه انداختم تا بتونم قشنگ گردبافی بافی رو انجام بدم این قسمت و اینجا باید دو تا دانه اضافه بکنم این دو تا دانه ای که این قسمت هست برای انگشت اشاره یعنی در واقع اینجا میشه دو تا دانه باید برای اینجا اضافه بکنم الان میخوام به هفت دانه این سم وصل بکنم قبلش دو تا دانه اضافه میکنم نخ رو اینطوری پیچوندم میشه یک دانه یک دانه دیگه هم اضافه میکنم دو تا پس دو تا اینطوری اضافه کردم و به این سمت وصلش میکنم دو تا دانه اول رو به زیر میبافم به این صورت و ما بقی رو با میده چهارم میبافم تا بتونم اینجا قشنگ گرد بافی انجام بدم الان اینجا با اون دو تا دانه ای که اضافه کردم 16 تا دانه دارم و این قسمت همینطوری به صورت گرد بافی بافته میشه تا به طول انگشت اشاره برسم به اندازه طول انگشت اشاره این قسمت به صورت گرد بافی بافته میشه این دوتا دانه ای که اضافه کردم اینطوری به زیر بافته میشن انگشت اشاره رو انقدر بافتم به صورت گرد بافی 24 رج بافتم و حدودا 7 سانتی متره الان اینجا من انگشت اشارم رو مت میزنم ببینید از اینجا که شروع میشه انگشتم از اینجا باید مت بزنم تا نوک انگشت از این قسمت اینجا که بذارم تا نوک انگشت من 7 سانتی ببینید من از اینجا که شروع کردم به بافتن تا دانه های روی میل اینجا رو مت میزنم 7 سانتی متره برای کور کردن انگشتا و جمع کردن انگشتا از ابتدای رج دو تا دو تا دانه ها رو با هم یکی می کنم. دو تا دانه اول رو با هم می گیرم به زیر می بافم. دو تا دانه بعدیم با هم می گیرم به زیر می بافم. این یک دانه است میندازم داخل این میل و این دو تا دانه هم با هم میگیرم به زیر می پس همینطوری دوتا دوتا دانه ها رو با هم یکی می کنم. دانه ها رو دو تا دو تا با هم دیگه یکی کردم الان من هشت دانه روی میل دارم نخم رو دیگه قیچی کردم داخل سوزن کشیدم و با استفاده از سوزن این هشت تا جمع می کنم سفتش میکنم این قسمت رو انگشت رو به این صورت جمع کردم و این قسمت وسط اینجا نخ رو میکشم داخل بافت و از داخل بافت وارد بافتش میکنم و فیکسش میکنم و محکم میکنم و دیگه قیچیش میکنم انگشت اشاره رو اینطوری جمع کردم بالاش هم ببینید این شکلی شده و الان میخوام برم انگشت میانی رو ببافم برای انگشت میانی دوازده تا دانه باید جدا کنم 6 تا از این قسمت برمیدارم 6 تا از قسمت این سمت برمیدارم دانه هایی که توی سنجاق هستن پس من این دانه ها رو داخل میل میکشم و ادامهش رو بهتون نشون میدم برای انگشت میانی هم این دوازده تا دانه رو جدا کردم 6 تا این سمت و 6 تا هم اون سمت و برای انگشت میانی الان باید دو تا دانه این ور اضافه کنم دو تا هم این اضافه کنم دو تا رو از دو تا دانه ای که قبلا برای انگشت اشاره اضافه کردم برمیدارم و دو تا دانه هم این سمتش میام ژت میندازم و دانه اضافه می کنم. ببینید اینجا هم براتون نوشته بودم که دو تا دانه برای انگشت میانی اضافه میشه دو تا این سمت و دو تا هم این سمت اضافه میشه دانه هایی که میخوام این قسمت از کنار انگشت اشاره بردارم رو با استفاده از قلاب میان برمیدارم. اینجا الان اولین دانه انگشت میانیه و این نخی که اینجاست ما بین انگشت اشاره و انگشت میانی هست این نخی که اینجاست رو با استفاده از قلاب برمیدارم و ببینید از قسمت داخل میگیرم دانه رو و به این صورت برمیدارم و یه حالت پیچ میخوام روی دانه بیفته این دانه رو که برداشتم میرم سراغ این دوتا دانه ای که اومده بودم برای انگشت اشاره اضافه کرده بودم این دوتا ای که اینجا هست و از داخل اولیش از داخل اولین رجی که بافتم برای این دانه از داخلش رد میکنم ببینید این دانه ای که اضافه کردم از اولین گندمیش رد میکنم اینطوری رد میکنم و دو تا دانه میشه اینجا الان سه تا دانه دارم اینجا دو تایی شد اینجا هم یه دانه است و با استفاده از نخ جدید این سه تا رو میبافم با قلاب نخ دستم گرفتم و اینطوری میپیچونم دور قلاب از داخل این سه تا دانه رد میکنم و یک دانش میکنم و این دانه رو میندازم داخل میل این یک دانه رو که بافته بودم میندازم داخل یه دونه میل دیگه و این شیش دانه اینجا به زیر بافته میشن یک دو سه و چهار بهتره که دو تای آخر رو روی یه دونه میل دیگه ببافم یک و دو برای این سمت انگشتم باید دو تا دانه بیام اضافه بکنم و دو تا جوته اضافه میکنم این قسمت الان دو تا دانه به این صورت نخ رو میپیچونم و این میشه یکی و اینم دو تا دو تا دانه که اضافه کردم شش تا دانه این سمت رو میبافم یکی و دو تا بهتره که دو تا روی این میل بندازم که بتونم گرد بافی کنم این چهار تا هم با یه دونه میل دیگه می بافم. الان برای این سمت هم باید مثل اولین دانه یک دانه اضافه کنم. الان دوباره با استفاده از گلاب این نخی که اینجاست رو از داخل برمیدارم به این صورت و از دانه ای که اینجا اومده بودم ژوته اضافه کرده بودم اینجا این دانه این سم از این گندمی اول به این صورت رد میکنم و دو تا دانه ای میشه دانه ها الان سه تا دانه اینجا دارم و با استفاده از قلاب میبافم از داخل دو تا رد میکنم اینم که اینه از داخل اینم رد میکنم و میندازمش داخل میل ببینید دو تا دانه این سمت اضافه کردم دو تا هم جوته این ور اضافه کردم و الان 16 تا دانه روی میل دارم و برای انگشت میانی هم همینطوری دیگه به صورت گرد بافی بافته میشه فقط این دانه هایی که اضافه کردید اگه جهتشون فرق داره فقط دقت بکنید که درست ببافید الان این دانه که من اینجا اضافه کردم جهتش این بره و باید به این صورت به زیر ببافم که درست بشه و پیچ نخوره بعد این دانه ها دیگه به این صورت بافته میشن پس دیگه همینطوری به صورت گرد بافی به اندازه انگشت میانی میبافم انگشت میانی هم 28 رج بافتم به اندازه 8 سانتیمت بافتم اندازه طول انگشت میانی خودم و این قسمت بالاش هم همونطوری مثل همینجا اومدم کور کردم دو تا دو تا با هم یکی کردم و بعد با استفاده از سوزن این قسمت رو جمع کردم دانه هایی که برای انگشت حلقه هست رو داخل دو تا میل کشیدم که نقطه دانه است و دو تا دانم اومده بودم اینجا قبلا اضافه کرده بودم این قسمت اینجا این دو تا دانه رو اینجا اومده بودم اضافه کرده بودم سری اولی که اضافه کردم و الان دو تا دانه دیگه باید این سمتش اضافه کنم از اون چهار تا دانه ای که باید به انگشت حلقه اضافه بشه و این دو تا دانه رو باید این سمت یعنی از انگشت میانی بردارم و با استفاده از قلاب دوباره میام از کنار این دوتا تا دانه ای که سری قبلی اضافه کردم دانه ها رو برمیدارم این نخی که اینجاست رو از داخل به این صورت میگیرم بعد میرم سراغ این دو تا دانه ای که اینجا اضافه کرده بودم و از داخل اولیش به این صورت اولین دانه رد میکنم و ببینید الان سه تا دانه دارم نخ جدید بر میدارم و این سه تا رو میبافم دور قلاب میپیچونم نخم رو و از داخل این سه تا رد میکنم و این میشه یک دانه این رو میندازم داخل میل خب این دانه ای که اضافه کردم و اینجا میندازم بعد این دانه ها رو میبافم دو سه این سه تا رو که اینجا بافتم اینجا هم این دو تا است که اون سری اضافه کردم و اینا هم با یه میل دیگه میبافم این سمت هم باید یک دانه اضافه بکنم این نخی که اینجاست رو به این صورت بر می بعد میرم سراغ این دوتا جاته ای که اضافه کرده بودم از داخل گندمی این دانه به این صورت رد میکنم و دوتایی میشه نخ رو دستم میگیرم از داخل این ستا رد میکنم اول از داخل این دوتا بعد از داخل این یه دونه و اینجا هم یک دانه اضافه کردم و همین داخل میل. این یک دانه رو اینجا اضافه کردم و دیگه این قسمت همینطوری به صورت گرد بافی بافته میشه و الان من 13 تا دانه برای انگشت حلقه دارم و این 13 تا دانه به صورت گرد بافی بافته میشه به اندازه یه طول این انگشتم انگشت حلقه هم اینقدر بافتم به اندازه طول انگشت حلقه و این بالاش هم اینطوری کور کردم برای انگشت کوچیک هم اینجا 9 تا دانه رو اومده بودم جدا کرده بودم و این قسمت اینجا باید دو تا دانه اضافه بکنم این قسمتی که اینجا دو تا دانه اضافه کرده بودم دوباره همینطوری با استفاده از قلاب این نخی که اینجاست رو به این صورت میگیرم بعد از داخل اولین دانه ای که اینجا اضافه کردم از داخل این رد میکنم و دوباره همون جوری یه دانه اضافه میکنم برای این سمتشم هم همینطور این نخی که اینجاست رو بر میدارم از داخل و بعد از داخل این دانه ای که اینجا اضافه کرده بودم رد می کنم و یک دانه به این سمتش اضافه می کنم و در نهایت 11 تا دانه میشه این 11 تا دانه ای که اینجا خواهم داشت رو به صورت گرد بافی می بافم به اندازه یه طول انگشت کوچیک و این بالا جمع می کنم دقیقا مثل همینجا برای انگشت شست هم یازده تا دانه قبلا داخل نخ کشیدم و اینجا این گوشه اینجا باید سه تا دانه بردارم این نخی که اینجاست دانه ها رو باش مهار کردم اینطوری که میکشم این نخی که ما بین این دانه ها میفته این نخ اینجا این میشه یک دانه این رو باید بردارم بعد این قسمت وسط اینجا بین این دوتا دانه این نخی که اینجاست اینم باید بردارم بعد این سمت هم دوباره این دانه رو این نخ اینجا رو اینطوری میکشم و این نخی که اینجاست اینم باید بردارم پس این ستا رو باید من بردارم نخ جدید برمیدارم و از اینجا این نخ اینجا رو اینطوری میکشم این نخی که ما بین این دانه هاست به این صورت از داخل برمیدارم. و با استفاده از نخ جدید یک دانه به این صورت میبافم از داخل این رد میکنم این میشه یک دانه بعد از داخل این وسط اینجا ما بین این دانه های اینجا این نخ اینجا هم برمیدارم، این میشه دومین دانه و این سمت هم اینجا که آخرین دانه این سمته این نخ اینجا رو به این صورت بر دارم و یه دونه می بافم. این ستا دانم اینطوری اضافه کردم و اینا رو داخل میل میکشم. در میارم و داخل میل میکشم. این سه تا دانه رو به این صورت اضافه کردم بعد ما بقیه دانه ها هم داخل میل ها میکشم و دوباره با چهار تا میل این قسمت انگشت شست رو به صورت گرد بافی می بافم به اندازه طول انگشت شست باید این قسمت بافته بشه و انتهای کارم دقیقا مثل همین انگشت که کور می کردم کور می کنم برای دستکش دست راست دقیقا مثل دستکش دست چپ کش باف رو پنج سانتیمتر دودم بافتم و سه رجم اومدم بافی کردم. از اینجا میخوایم انگشت شست دست راست رو دونه هاش رو برداریم و دونه هاش رو اضافه بکنیم. اینجا الان ابتدای رجم هست و دانه اول دانه زیر هست که اینجا اومدم علامت گذاریش کردم که بدونم ابتدای کارم کجاست. برای اضافه کردن دانه برای انگشت دست راست اولین دانه به زیر بافته میشه. دانه که به زیر بافته شد گوشه دانه رو به این صورت بر می دارم و یک دانه اضافه می کنم و این دانه به زیر بافته میشه. بعد دانه های بعدی به زیر هستم و به زیر بافته میشن. پس یک دانه به این صورت بعد از این دانه زیر که دانه ابتدای رج هست اضافه کردم. یک دور تمام دانه ها رو به زیر می بافم. رج بعدشم دوباره تمام دانه ها به زیر بافته میشه. رج اول و رج دوم رو اونطوری بافتم الان دوباره تو رج سوم میخوام بیام دانه اضافه کنم اینجا ابتدای رج هست دوباره دانه اول به زیر بافته میشه علامت گذار روش هست و از کنار دانه اول یک دانه اضافه میکنم سری قبلی اینو اضافه کرده بودم الان دوباره گوشه این دانه رو به این صورت میگیرم و دانه به زیر بافته میشه و یک دانه اینجا اضافه میکنم. دانه ها همه به زیر هستند و به زیر بافته میشن. و یک دانه دیگه اومدم کنار این دانه اول که علامت گذاری کردم اضافه کردم. پس 11 تا دا دانه به همین ترتیب اضافه میکنم و 22 رج بافته میشه. ما بقیه باف و ها دقیقا مثل دست چپ بافته میشه. دستگیشو آماده شد این برای دست چپ هست این برای دست راست برای دست راست هم دقیقا مثل دست چپ انگشت شست رو که باز کردم بعد اینجا خب دانه اول هست که مستقیم رفته به سمت بالا و این دانه برای این قسمت هست که برای قسمت ابتدای رش هست اول هست دقیقا مثل دست چپ انگشت شست رو که دانه هاش رو اضافه کردم جدا کردم بعد این دو قسمت رو به هم دیگه وصل کردم به صورت گرد بافی انقدر بافتم به اندازه همون دست و اینجا انگشت کوچیک رو جدا کردم و همونطوری اومدم این قسمت ها دانه اضافه کردم انگشت اشاره و میانی و انگشت حلقه رو بافتم و همینطوری دقیقا به تعداد رچای اون سمت بافتم و این قسمت بالا ها همینطوری کور کردم و دقیقا مثل دست چپ بافته شده و هیچ فرق با هم دیگه ندارم فقط تفاوتش در انگشت شستش هست که باید به کدوم سمت دانه اضافه بشه این هم از آموزش این دستکش امیدوارم که استفاده استفاده بکنید و لذت ببرید و خیلی خوشحال میشم که من رو حمایت کنید این ویدیو رو میتونید لایک کنید که به من خیلی انگیزه میده تا بتونم ویدیوهای بیشتری بذارم آموزش های بیشتری رو با شما به اشتراک بذارم و همچنین میتونید عضو کانالم بشید که هر ویدیو جدیدی که گذاشتم ازش اطلاع پیدا بکنید ممنونم از اینکه من رو تماشا میکنید از بافتنی لذت ببرین و تا ویدیو بعدی خدافظ